سلام به برنامه ایران و جهان در هفته‌ای که گذشت خوش آمدید. در برنامه امروز مروری خواهیم داشت بر مهمترین رویدادهای هفته گذشته. کشورهای مختلف جهان از حصول توافق هسته‌ای میان ایران و گروه 5+1 در ژنو استقبال کردند. اسرائیل اما آن را اشتباه تاریخی نامید. جان کری گفت دوچار توهم نمی‌شویم و چشم‌هایمان را کاملا باز نگه داشتیم. رهبر ایران هم با استقبال از توافق از تیم هسته‌ای به خاطر دستیابی به توافق با کشورهای 5+1 تشکر کرد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا که پس از پایان نشست ژنو به لندن سفر کرده است، در حاشیه دیداری با ویلیام هیک همتای بریتانیایی خود با اشاره به مذاکرات ژنو و توافق به دست آمده اظهار داشت حالا بخش سخت آغاز می‌شود. وی گفت ما دوچار توهم نمی‌شویم و چشم‌هایمان را کاملا باز نگه داشته‌ایم. گیدو وسترول وزیر امور خارجه آلمان هم توافق هسته‌ای به دست آمده با ایران را نقطه عطف توصیف کرد و گفت ما یک گام بزرگ به هدف خود که ممانعت از هسته‌ای شدن ایران بود نزدیک‌تر شدیم. به گفته وی عوامل تعیین کننده در این مسیر اجرای شفاف و قابل اثبات مفاد این توافق و تداوم سریع مذاکرات با توجه به یک راه حل نهایی است. وزیر امور خارجه آلمان تأکید کرد ما برای این کار آماده هستیم و از رهبری ایران نیز همین انتظار را داریم. در همین حال شماری از کشورهای عربی هم به توافق ایران و 6 قدرت جهانی واکنش نشان دادند. به گزارش رویترز، عراق و سوریه دو کشور عرب نزدیک به جمهوری اسلامی ایران از توافق بامداد روز یک شنبه بین ایران و 6 قدرت جهانی استقبال کردند. امارات متحده عربی در بیانیه از این توافق استقبال کرده و گفته است دولت امارات امیدوار است این توافق به یک توافق دائم منجر شود و ضمن حفظ ثبات منطقه مانع بروز تنش و خطر گسترش سلاح هسته‌ای نشود. شیخ خالد بن حمد آل خلیفه وزیر امور خارجه بحرین نیز با استقبال از توافق بین ایران و 6 قدرت جهانی گفته است این توافق نگرانی های ما در خصوص ایران یا دیگر کشورها را از بین می‌برد. در همین حال احمد داوودوغلو وزیر امور خارجه ترکیه ضمن استقبال از توافق بین ایران و 6 قدرت جهانی آن را پیشرفتی مثبت ارزیابی کرده است. اما با وجود استقبال این کشورهای عربی، عربستان، کویت و قطر تا کنون در این باره سکوت کردند. رهبران عربستان، قطر و کویت روز شنبه همزمان با ادامه مذاکرات ایران و گروه 5+1 در ریاض جلسه ای تشکیل دادند. مقام های عربستان پیشتر در مصاحبه های با برخی روزنامه های بریتانیایی با کاهش تحریم علیه ایران مخالفت کرده بودند. از سوی دیگر بنیامین نتانیاهو از توافقنامه هسته‌ای ژنو با ایران به عنوان اشتباهی تاریخی یاد کرده است. او گفت من همینجا به نمایندگی از طرف دولت اعلام می‌کنم که ما اجازه نخواهیم داد که ایران توانایی تولید سلاح هسته‌ای را به دست آورد. ایران و 6 قدرت جهانی بامداد یکشنبه 3 آذر در ژنو به توافقی درباره برنامه هسته‌ای ایران رسیدند. همکارم مهستان بختیاری از ترکیه در گزارشی به واکنش دولت آنکارا نسبت به توافق ژنو پرداخته که توجه شما را به آن جلب می‌کند. توافق هسته‌ای ایران با گروه 5+1 علاوه بر اون که در سطح بین‌المللی بازتاب گسترده‌ای رو داشت، در سطح منطقه نیز واکنش‌های خاص خودش رو در پی داشت. تقریبا تمامی کشورها از توافق به وجود اومده ابراز خوشبینی کردن، به استثناء اسرائیل که از همون ابتدا نسبت به مذاکرات بدبین بود و اون رو یک نوع فریبکاری از سوی جمهوری اسلامی ایران می‌دونست. برنامه هسته‌ای ایران در طی این سال‌ها علاوه بر اون که نگرانی‌های امنیتی رو در سطح منطقه به وجود آورده، جدای از اون به دلیل تحریم‌های اعمال شده بر علیه ایران از سوی غرب بر مناسبات اقتصادی کشورهایی که با ایران روابط تجاری گسترده‌ای رو داشتن تأثیر منفی گذاشته. بنابراین بسیار این خبر خوشایند اون طیف از کشورهایی بود که به هر حال روابط گسترده اقتصادی با ایران داشتن و در طی این مدت متضرر شده بودن، از جمله ترکیه. جدای از این موضوع در کشورهای عربی منطقه نیز شاید برخی چندان از توافق به وجود آمده راضی نبودن، از جمله عربستان که به هر حال از احتمال نزدیک ایران به امریکا نگرانی هایی رو داشت، هم چه در بعد اقتصادی و چه در بعد امنیتی. اما در کل ظاهراً یک فضای خوشبینی در حاشیه جنوبی خلیج فارس و در میان کشورهای عربی از جمله امارات، قطر و کویت و دیگر کشورها
وجود داشت. اما شاید خوشحالترین کشور در منطقه از این بابت و از این رویداد کشور ترکیه بود. به هر حال میدونیم که کشور ترکیه در طی این مدت با اعمال تحریم‌هایی که بر علیه ایران انجام گرفته بسیار از مناسبات اقتصادی و تجاری خودش رو از دست داده بود. تنها در یک مورد اگر بخوایم اشاره بکنیم، به گفته آقای چاغلایان وزیر اقتصاد ترکیه، میزان صادرات ترکیه به ایران در 9 ماه سال جاری 30% کاهش داشته. حتی در بخش صادرات فلزات حدود 76% صادرات فولاد و آهن ترکیه در همه این مدت به ایران کاهش پیدا کرده. بنابراین بسیار طبیعی بود که ترکیه در این زمینه خیلی متضرر شده و نگران هست از این موضوع. از طرف دیگه ترکیه میدونیم که برنامه بلند مدت اقتصادی داره برای پیوستن به کریدور اقتصادی انتقال انرژی خاورمیانه به اروپا و خب در این زمینه ایران یک همسایه استراتژیک مهمی برای ترکیه است که دارای ذخایر عظیم نفت و گاز هست، به ویژه دومین کشور دارای ذخایر گاز هست که تنها راه انتقال اون به اروپا و ترانزیت اون به اروپا ترکیه هست و بنابراین می‌بینیم که تا چه اندازه ترکیه میتونه در این مناسبات و مراودات اقتصادی منتفع بشه و حتی تحریم‌ها میتونه تا چه اندازه مناسبات اقتصادی ترکیه با ایران رو تحت شعاع خودش قرار بده. بنابراین خیلی طبیعی هست که از این رویداد مقامات ترکیه بسیار خوشحال باشن و استقبال بکنن، کما اینکه این رو در گفته‌های دولت مردان ترکیه هم می‌بینیم. بلافاصله ساعتی بعد از توافق ایران با گروه 5 به علاوه یک، آقای عبدالله گل در توییتر خودش پیام تبریک فرستاد و ابراز امیدواری کرد که نتایج مثبتی داشته باشه این توافق. حتی آقای داوودوغلو این توافق رو یک توافقی دونست که میتونه منطقه رو تحت تاثیر خودش قرار بده. در اون سو هم در ایران بلافاصله هیئت دولت در اولین نشست خودش پروتکل همکاری بانکی بین ترکیه و ایران رو امضا کردن. همینطور وزیر انرژی ترکیه اعلام کرد که میزان واردات نفت خام ترکیه که در روز الان به میزان 105 هزار بشکه هست به میزان 140 هزار بشکه افزایش پیدا میکنه. بنابراین با چنین چشم‌اندازی دست کم میبینیم که ترکیه در یک شرایط برد از این توافق قرار گرفته و بسیار راضی هستش. فراموش نکنیم در همین اجلاس اخیر اکو هم یک بار دیگه آقای داوودوغلو از برنامه بلند کشور خودش در زمینه توسعه روابط تجاری با ایران صحبت کرد و ابراز امیدواری کرد که بتونه کشور ترکیه تا سال 2020 رقم مبادلات تجاری خودش رو با ایران به رقم خیره کننده 100 میلیارد دلار برسونه. اما از یک طرف دیگه این توافق برای ترکیه شاید به نوعی حائز اهمیت هم بود و اون هم مسئله تحولات سوریه هستش. بسیاری خوشبین هستن که توافق صورت گرفته بین ایران و غرب میتونه بر تحولات سوریه هم تاثیر مثبتی رو بذاره، کما اینکه ما دیدیم در اجلاس اخیر اکو در تهران بلافاصله آقای داوودوغلو و آقای ظریف هم یک بیانیه مشترکی رو صادر کردن و خواستار آتش بس در سوریه شدن و عنوان کردن که مشکل سوریه راه حل نظامی نداره و این مسئله باید با گفتگو حل و فصل بشه. حسن روحانی رئیس جمهور ایران سه‌شنبه شب با شرکت در یک گفتگوی تلویزیونی گزارشی از 100 روز عملکرد دولت خود ارائه کرد. آقای روحانی در این گزارش که بیشتر به وضعیت اقتصادی کشور می‌پرداخت گفت به وعده‌های انتخاباتیش عمل خواهد کرد. وی وضعیت بد ذخایر کالاهای اساسی مانند گندم و خالی بودن خزانه را از مسائل فوری که در آغاز با آن روبرو شد ذکر کرد. دومین گفتگوی زنده رئیس جمهور ایران حدود 110 دقیقه طول کشید. حسن روحانی شب گذشته در یک گفتگوی زنده تلویزیونی گزارش 100 روز عملکرد دولت خود را مستقیما به مردم ارائه داد و گفت ایران امروز از انزوا خارج شده و طی این مدت پایه‌های تحریم ها لرزانده شد و در جامعه هم احساس آرامش ایجاد شده است. آقای روحانی درباره برنامه هسته‌ای گفت برنامه غنی‌سازی در ایران متوقف نخواهد شد و فعالیت هسته‌ای صلح‌آمیز با غنی‌سازی برای تولید سوخت به طور شفاف ادامه می‌یابد. او گفت هدف دولتش رفع تحریم‌ها و تهدیدها و ایجاد فرصت لازم برای تعامل سازنده با جهان است و بعد از توافق با گروه 5 به علاوه 1 کل منطقه احساس آرامش و امید می‌کند. آقای روحانی در مورد سیاست داخلی هم گفت
پیشنویس منشور حقوق شهروندی که قولش را داده بود اکنون آماده شده و بر روی سایت دفتر رئیس جمهوری در دسترس است. وی افزود در حوزه فرهنگ فضای امنیتی کمتر شده و می‌خواهد تصدیگری دولت در امور فرهنگی به حداقل ممکن برسد و همچنین کوشیده است ورزش را از نفوذ سیاست دور کند. رئیس جمهوری ایران در ادامه گزارش خود به مسائل اقتصادی پرداخت و گفت دولت اقتصاد را در حالی تحویل گرفت که اقتصاد دچار رکود تورمی بوده است. به گفته او این رکود و این تورم در تاریخ 50 سال گذشته بی سابقه بوده است. رئیس دولت افزود که در این مدت دولت موفق شده از تورم نقطه به نقطه 43% به تورم 36% برسد. حسن روحانی گفت که دولت نهم و دهم پولدارترین دولت ایران بوده و در طول 8 سال 600 میلیارد دلار تنها درآمد نفتی داشته است و در مجموع 750 میلیارد دلار درآمد داشت. روحانی گفت اما همین دولت بدهکارترین دولت تاریخ بوده است. رئیس دولت گفت احمدی نژاد 211 هزار میلیارد تومان در سفرهای استانی تعهد ایجاد کرده است که 70% آن عملی نشده است و 16 سال زمان برای تعهدهای احمدی نژاد نیاز است. رئیس جمهوری ایران در مورد یارانه ها هم گفت که پرداخت آنها تا پایان امسال ادامه می‌یابد اما در سال آینده شیوه پرداخت آن اصلاح می‌شود. روحانی قبلا وعده داده بود گزارشی از 100 روز عملکرد دولت ارائه خواهد داد که این گفتگو هم در همین راستا بود. روحانی همچنین پس از این گفتگو گفت که گزارش مکتوبی هم ارائه خواهد کرد. رئیس جمهور اظهار داشت که این گزارش ها ادامه خواهد داشت. بیشتر سایت آینده نوشته بود که صدا و سیما به شدت تلاش کرده است که حسن روحانی از ارائه گزارش وضعیتی که از دولت پیش برایش به میراث مانده کمتر سخن بگوید. روزنامه فاینانشال تایمز در گفتگوی اختصاصی با هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نظرات او را در مورد توافق هسته‌ای ژنو جویا شد. در این مصاحبه که در تهران انجام شده، رفسنجانی اظهار امیدواری کرده که در پرونده اتمی ایران ظرف یک سال به نتیجه برسد. او به فاینانشال تایمز گفته توافق ژنو سخت‌ترین مرحله رسیدن به توافق نهایی بود. اکبر هاشمی رفسنجانی مذاکرات اخیر هسته‌ای با قدرت‌های جهانی را به منزله شکست شدن تابوی گفتگوی ایران و آمریکا دانست و تأکید کرد که بدون ایالات متحده این مذاکرات پیش نمی‌رفت. به نوشته نشریه بریتانیایی فاینانشال تایمز، آقای هاشمی توافق موقت 6 ماهه ایران و قدرت‌های جهانی در ژنو را سخت‌ترین مرحله مذاکرات دانست، چرا که به گفته او به چندین دهه قطع ارتباط دیپلماتیک ایران و ایالات متحده پایان داد. اکبر هاشمی رفسنجانی همین که تابوی گفتگوی ایران و آمریکا شکسته شده نسبت به ادامه راه امیدوار است، گرچه برخی تحلیلگران هشدار می‌دهند که مرحله بعدی مذاکرات سخت‌تر خواهد بود. این تحلیلگران از مخالفت اسرائیل با توافق اخیر به عنوان یکی از دلایل خود نام می‌برند و دلیل بعدی را نیز تفاوت انتظارات تهران و پایتخت‌های غربی از یکدیگر می‌دانند. اما هاشمی رفسنجانی خوشبین است و ابراز امیدواری می‌کند که جمهوری اسلامی و قدرت‌های جهانی تا یک سال آینده به توافقی جامع در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران دست یابند. به گفته او ایران هیچ علاقی به تولید سلاح هسته‌ای ندارد، اما در این حال برنامه هسته‌ای خود را نیز متوقف نمی‌کند، بلکه می‌خواهد این برنامه را در چارچوب معاهده منع گسترش سلاح هسته‌ای قرار دهد که اجازه استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای را به همه کشورها می‌دهد. آخرین دور مذاکرات ایران با گروه 5 به علاوه 1 شامل ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان در 4 روز متوالی خود به توافقی موقت میان طرفین منجر شد که امیدها را نسبت به حل مناقشه اتمی تهران افزایش داد. اما ویژگی که این توافقنامه را شاخص ساخت، گفتگوی مستقیم و بدون واسطه ایران و ایالات متحده بود که در سطح وزرای خارجه دو کشور انجام شد، در حالی که تهران و واشنگتن از ماه‌های آغازین انقلاب سال 1357 روابط دیپلماتیک خود را قطع کرده بودند. وزیر خارجه آمریکا با انتشار بیانیه‌ای توضیحاتی را در مورد توافق هسته‌ای با ایران بیان کرد و گفت دیپلمات‌های این کشور به زودی مذاکرات برای دستیابی به توافق جامع را آغاز می‌کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، جان کری وزیر خارجه آمریکا با صدور بیانیه‌ای توضیحاتی را در مورد توافق هسته‌ای با ایران ارائه کرد. وی در این بیانیه که در قالب یک کلیپ ویدئویی منتشر شد، تأکید کرده است که توافق ژنو به هسته مرکزی تحریم‌ها ضربه نمی‌زند و تحریم‌های اصلی از جمله بانکداری و نفت به قوت خود باقی می‌مانند. جا
جان کری در ابتدای این بیانیه توافق هسته‌ای با ایران را یک گام نخست توصیف کرد و گفت آمریکا در ادامه به همراه شرکای خود برای رسیدن به توافق نامه نهایی و جامع تلاش خواهد کرد و هدف از این توافق جامع را کسب اطمینان از عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای اعلام کرد. آقای کری در ادامه به توضیح در مورد جزئیات این توافق پرداخت و گفت این توافق آمریکا را قادر کرد تا برای اولین بار در حدود یک دهه اخیر نه تنها توسعه برنامه هسته‌ای ایران را متوقف کند، بلکه برخی از بخش‌های مهم آن را به عقب بازگرداند. وی در ادامه به موضوع تحریم‌های اقتصادی علیه ایران پرداخت و گفت برخلاف آنچه که گفته می‌شود، در توافق ژنو ساختار اصلی تحریم‌ها متشکل از تحریم‌های بخش نفت و بانکداری دست نخورده باقی مانده است. وزیر خارجه آمریکا میزان کاهش تحریم‌های ایران را ناچیز خواند و گفت تنها بخش اندکی از تحریم‌ها به صورت برگشت پذیر برداشته می‌شود. وی گفت باراک اوباما مصمم است که از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری کند. جان کری همچنین با بیان اینکه اکنون زمان بازگشت به روند مذاکرات است گفت دیپلمات‌ها و کارشناسان این کشور به زودی برای دستیابی به راهکارهای جامع و دائمی که تمام نگرانی‌های آمریکا و نگرانی متحدان این کشور از جمله اسرائیل، عربستان و امارات را برطرف کند، پای میز مذاکره با ایران خواهند رفت. در همین رابطه روز دوشنبه نیز وزیر امور خارجه ایران گفته بود که در رابطه با توافقنامه ژنو به غربی اعتماد است و با چشمان باز حرکت خواهد کرد. باراک اوباما و جان کری از دو روز قبل و بعد از پایان مذاکرات ژنو تلاش گسترده‌ای را برای پایان دادن به انتقادات کنگره آغاز کردند. کنگره دولت را درباره توافق ژنو مورد انتقاد قرار داده است. اوباما روز گذشته هم در ابتدای یکی از سخنرانی‌های خود به دفاع از توافق ژنو پرداخته و گفته بود استفاده از زور و قوای نظامی ضامن تأمین منافع آمریکا نیست. با این حال قانونگذاران آمریکایی از هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه ضمن انتقاد به ژنو 3 نسبت به حسن نیت ایران ابراز تردید کرده و اظهار نگرانی کردند که ایران ممکن است از این توافق برای پیدا کردن آزادی عمل در برنامه هسته‌ای خود استفاده کند. در رابطه با گفتگوها و توافقات اخیر ایران و گروه 5 به علاوه 1، همکارمان محمد رضا شاهید گفتگویی با دکتر شاهین فاطمی انجام داده که با هم می‌بینیم. آقای دکتر فاطمی، به نظر شما به عنوان یک کارشناس توافق 5 به علاوه 1 رو با جمهوری اسلامی ایران چگونه باید قضاوت کرد؟ به نظر من یک قدم مفیده و هر دو طرف از این سود می‌برند، مخصوصا کشورهای غربی برای مدتی میتونن اگر تمام اون ملحوظات که در قرارداد هست اجرا بشه خیالشون راحت باشه. منتها اصل قضیه اینه که جمهوری اسلامی از اینکه بمب سازه فعلا پیشگیری شده، ولی هر وقتی که جمهوری اسلامی بخواد راه گذشتش رو ادامه بده خواهد توانست، یعنی به یک مرحله از دانش رسیده که میتونه در هر زمانی که بخواد در ظرف یک سال این کار رو انجام بده. کاری که این قرار داد میکنه زمان رو طولانی تر کرده، مثلا از 6 ماه به 1 سال، و خب در ظرف اون 1 سال اینها اگر این بازرسی هایی که استراجبی صحبت میکنه عملی بشه، اینها همیشه میدونن که جمهوری اسلامی مشغول چه کاری هست و میتونن به موقع از اون پیشگیری بکنه. آقای دکتر فاطمی، گفته های دیروز آقای لوران فابیز وزیر خارجه رو شنیدی، به بسیاری از این بدگمانی ها و بدبینی ها پاسخ داده و اطمینان داده است که به هیچ وجه چنین امری اتفاق نخواهد افتاد. شما موافق هستین با این گفته؟ البته ایشون اطلاعاتشون خیلی بیشتر از منه، چون هم در جریان مذاکرات بودن، هم وزیر خارجه یک مملکت عضو مجمع شورای امنیت سازمان ملل هستند. من نمیتونم روی حرف ایشون اظهار نظری بکنم. شاید من ایرانی ها رو بهتر، جمهوری اسلامی رو بهتر از ایشون بشناسم. البته میدونید که یک کارشناس گفته است که برنده این پرونده جمهوری اسلامی ایران امریکا هست و بازنده عربستان، ترکیه و اسرائیل. نه، من گمان نمیکنم برنده و بازنده وجود داشته باشه. جمهوری اسلامی مسلمان برنده نیست، به دلیل اینکه اگر شما مقایسه بفرمایید قرارداد سعدآباد رو با این قرارداد، میبینید که ما ایرانی ها چقدر باختیم در عرض این 10 سال. قرارداد سعدآباد گفت غربی ها حاضر بودن در ایران
نیروگاه هسته‌ای بسازن، بهترین تکنولوژی ها در اختیار ایران بگذارن، همه جور کمک فنی بکنن و به ایران کمک بکنن که جزو WTO سازمان بین‌المللی تجارت بشه، یکی از بزرگترین دستاوردها می بود برای ایران و هیچ تحریمی هم وجود نداشت. حالا هیچ کدوم از اونها نیست، تحریم هم ادامه داره و جمهوری اسلامی در این وسط سودی نبرده به طور مسلم. بنابراین من فکر میکنم برای صلح منطقه اگر کسی برنده شده باشه اینه که جنگ اتفاق نیفتاده و فعلا در عرض این 6 ماه صحبت از راست آزمایی هست، کلمه ای که این روزها اختراع کردن، تا ببینیم نتیجه این راست آزمایی چه خواهد. آقای دکتر، به عنوان پرسش آخر و نتیجه گیری، آیا مردم ایران به آینده خودشون دستکم در زمینه اقتصادی خوشبین باشن یا بدبین؟ مسلما باید خوشبین باشن، برای اینکه جمهوری اسلامی به نظر من لطمات بزرگی به اقتصاد ایران زده، برای اون چیزی که در هر مملکتی سرمایه ملی هست برایش نیروی کارشه. در ایران جمعیت جوان داره و این جمعیت جوان به مملکتش علاقه داره و تحصیل کرده است. الان ما بیش از 5 میلیون جوان در دانشگاه های ایران وجود دارن، با وجود اینکه تعلیماتی که به اونها داده میشه ایدئال نیست، با این همه آینده ایران جوان ها هستن و باید بسیار با آینده ایران خوشبین باشه. در حالی که باراک اوباما از توافق هسته‌ای ژنو دفاع کرده است، گروهی از قانونگذاران آمریکایی با ابراز تردید نسبت به پیروی ایران از مفاد توافقنامه هسته‌ای ژنو از کنگره آمریکا خواستند تا مقررات تحریمی مضاعفی را آماده کنند تا در صورت به هم خوردن توافق ژنو به اجرا گذاشته شود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز گفته است ایران به 5+1 اعتماد ندارد و با چشمان باز حرکت خواهد کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از توافق میان ایران و گروه 5+1 در ژنو دفاع کرده است. آقای اوباما با اذعان به اینکه هنوز موانع زیادی بر سر راه وجود دارد، خاطر نشان کرده که مواضع تند و خط و نشان کشیدن برای تهران راه تامین امنیت آمریکا نیست. رئیس جمهوری آمریکا که در سان فرانسیسکو صحبت می‌کرد، در عین حال گفته علی‌رغم چالش‌های جدی باقی مانده بین دو طرف، نمی‌توان در را به روی دیپلماسی بست. سخنان اوباما در حالی بیان شده که قانونگذاران آمریکایی از هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات نسبت به حسن نیت ایران ابراز تردید کرده و اظهار نگرانی کردند که ایران ممکن است از توافق ژنو برای پیدا کردن آزادی عمل در برنامه هسته‌ای خود استفاده کند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این قانونگذاران آمریکایی از کنگره آمریکا خواستند تا مقررات تحریمی مضاعفی را آماده کند تا در صورت برهم خوردن توافق ژنو به اجرا گذاشته شود. سناتور رابرت منندز رئیس کمیته امور خارجی سنای آمریکا با انتشار بیانیه‌ای در این رابطه گفته است مقرراتی که قرار است وضع شود به مذاکرات هسته‌ای با ایران 6 ماه فرصت می‌دهد تا به توافق نهایی برسد. در غیر این صورت تحریم‌های جدیدی را اعمال خواهد کرد. جلسه بعدی سنای آمریکا در تاریخ 9 دسامبر برگزار می شود و ادامه تصمیم ها در این مورد در آن جلسه مطرح خواهد شد. از آن سو نیز وزیر امور خارجه ایران گفته است که در رابطه با توافقنامه ژنو به غرب اعتماد است و با چشمان باز حرکت خواهد کرد. وی با بیان اینکه مذاکرات سخت و نفسگیر بوده است گفت سند مورد توافق با 5+1 روشن و واضح است و حقوق ایران در آن به رسمیت شناخته شده است. ظریف افسود در مذاکره هر کس هر چقدر هم که قدرتمند باشد نمیتواند تمام خواسته هایش را بگیرد. وی گفت طبیعی است که آنها نتوانستند همه نظرات خود را در متن بگنجانند و این متن به همان اندازه همه موضع ما نیست، زیرا اگر به دنبال آن موضع بودیم بیانیه میدادیم. وزیر امور خارجه در برابر این پرسش که مفاد این توافقنامه چه زمان اجرایی میشود پاسخ داد قرار است تا نزدیک پایان سال جاری میلادی، شاید 20 دسامبر که اوایل دی ماه باشد، زمان این آمادگی ها فراهم شود تا به مرحله اجرا برسد. دبیر کل سازمان ملل اعلام کرد کنفرانس بین‌المللی صلح سوریه در 22 ژانویه 2014 در ژنو برگزار خواهد شد. تعیین تاریخ این نشست در شرایطی است که اخضر ابراهیمی میگوید هنوز بر سر فهرست شرکت کنندگان در کنفرانس بین‌المللی صلح سوریه موسوم به ژنو 2 توافق نشده است. این نشست که قرار بود در سال جاری انجام گیرد، به دلیل اختلاف نظر بر سر شرکت کنندگان بارها به تعویق افتاد.
کنفرانس ژانویه نخستین گفتگوی رو در رو میان دولت بشار اسد و شورشیان مسلح مخالف او خواهد بود. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل با صدور اطلاعی رسمی از برگزاری کنفرانس بین المللی صلح سوریه در 22 ژانویه سال 2014 خبر داد. خبرگزاری آلمان به نقل از دیپلمات‌های مقیم ژنو می‌نویسد توافق اخیر با ایران در مناقشه هسته‌ای امید برگزاری نشست صلح سوریه و نتیجه بخش بودن آن را افزایش داده است. این امیدواری پس از آخرین دور گفتگوی نمایندگان ارشد آمریکا و روسیه با اخضر ابراهیمی و مقامات اتحادیه عرب ابراز می‌شود. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه توافق گروه 5 به علاوه 1 با ایران در مناقشه هسته‌ای را گام مثبتی در حل بحران سوریه دانست. روسیه خواستار مشارکت ایران در کنفرانس سوریه است، اما آمریکا تاکنون با این خواست مخالفت ورزیده است. در اطلاعیه سازمان ملل چیزی در مورد شرکت ایران در نشست صلح سوریه عنوان نشده است. با این حال اخضر ابراهیمی فرستاده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب برای حل و فصل بحران سوریه در کنفرانسی خبری در پاسخ به سوالی که آیا ایران و عربستان سعودی در کنفرانس شرکت خواهند کرد گفت تاکنون بر سر فهرست شرکت کنندگان توافق نشده است، اما به طور حتم این دو کشور از شرکت کنندگان احتمالی هستند. در همین حال جان کری وزیر امور خارجه آمریکا گفته است که کنفرانس صلح ژنو برای سوریه بهترین فرصت برای تشکیل دولت انتقالی در دمشق است. جان کری در بیانیه‌ای گفت مذاکرات صلح در ژنو میتواند به پایان دادن درگیری‌ها در سوریه کمک کند، اما هشدار داد همه می‌دانیم که موانع زیادی بر سر راه رسیدن به یک توافق سیاسی وجود دارد و بدون توهم و با چشم باز این مذاکرات را آغاز خواهیم کرد. ابهام در حضور دولت و اپوزیسیون سوریه در کنفرانس ژنو 2 تا کنون زمان برگزاری آن را نامشخص کرده بود. هر دو طرف هر از چندگاه پیش شرطهایی برای حضور مطرح می کردند. اپوزیسیون سوریه خواستار آن بود که کناره‌گیری بشار اسد از قدرت محور مذاکرات در کنفرانس باشد. دولت دمشق نیز می گوید هیچ پیش شرطی را برای شرکت در مذاکرات نمی پذیرد. اختلاف و چند دستگی در اپوزیسیون سوریه یکی دیگر از موانع برگزاری آن بود. اکنون و پس از اعلام زمان برگزاری کنفرانس ژنو 2 هنوز دو طرف بحران سوریه موضع رسمی خود را درباره حضور یا عدم حضور در آن اعلام نکردند. 32 ماه از بحران سوریه می‌گذرد و طی آن بیش از 100 هزار نفر کشته شدند. به دنبال اظهارات 3 تن از نمایندگان مجلس در خصوص تصویب مفاد توافق ایران و گروه 5 به علاوه 1 توسط مجلس، غلامعلی حداد عادل رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس میگوید این توافق نیاز به تصویب مجلس ندارد. حمید رسایی، ابوالقاسم جراره و بهرام بیرانوند از نمایندگان تندروی مجلس گفتند که مطابق اصول 77 و 125 قانون اساسی توافق ژنو باید به تصویب مجلس برسد. در جریان جلسه علنی مجلس محمد حسن ابو ترابی فرد نایب رئیس مجلس که اداره مجلس را بر عهده داشت توافقنامه ژنو را به نمایندگان و مردم تبریک گفت، اما حمید رسایی، ابوالقاسم جراره و بهرام بیرانوند در خصوص این موضوع تذکر و اخطار دادند. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی حمید رسایی عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس گفت تعجب میکنم آقای ابو ترابی فرد چه چیزی را تبریک گفت در حالی که نمایندگان مجلس هنوز در جریان موضوع نیستند. حمید رسایی افزود طبق اصول 77 و 125 قانون اساسی باید این موضوع به تصویب مجلس برسد. این نماینده اصولگرای مجلس تاکید کرد که در موافقت نامه ژنو قانون اساسی رعایت نشده است. ابوالقاسم جراره نماینده بندر عباس در مجلس نیز در اخطاری با استناد به اصل 125 قانون اساسی گفت بر اساس این اصل توافقنامه ها باید به تصویب مجلس برسند. این در حالی است که غلامعلی حداد عادل درباره اینکه برخی نمایندگان انتظار تصویب این قطعنامه در مجلس ها دارند گفته است تصور نمی کنم که نیازی باشد که این توافقنامه در مجلس بررسی و تصویب شود. اگر چنین چیزی لازم بود قبل از اعزام تیم مذاکره کننده باید این را اعلام می کردیم. الان موکول کردن به تصویب همین مقدار پیشرفتی را هم که در مذاکرات حاصل شده دچار وقفه می کند. به گزارش خانه ملت رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس اضافه کرده است تصور می‌کنم این نتایجی که در مذاکرات هسته‌ای به دست آمده است در گام اول مثبت بوده است و این گام اول را نباید منفی کرد.
توافق ایران و کشورهای آمریکا، روسیه، بریتانیا، فرانسه، چین به همراه آلمان واکنش‌های گسترده‌ای در ایران و جامعه بین‌المللی در پی داشته است. این تفاهم‌نامه که پس از 10 سال مذاکره امضا شد، با استقبال رهبران ایران و آمریکا مواجه شده است. در همین راستا، گروهی از نمایندگان مجلس با انتشار نامه‌ای از حسن روحانی و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه دولت خواستند با حضور در جلسه غیرعلنی درباره محتوای این تفاهم‌نامه و مذاکرات توضیح دهند. محافظه‌کاران تندرو به شدت از این تفاهم‌نامه خشمگین هستند، اما با حمایت علی خامنه‌ای از این تفاهم‌نامه موج اعتراض‌ها و حملات آنها فروکش کرده است. اکبر هاشمی رفسنجانی با استقبال از توافق هسته‌ای ایران با غرب، آن را با امضای قطعنامه 598 برای پایان بخشیدن به جنگ ایران و عراق مقایسه کرد و گفت این توافقنامه جمهوری اسلامی را از یک مخمصه نجات داد. در همین راستا محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم پس از ورود به ایران در گفتگو با تلویزیون دولتی گفت آماده این مذاکره برای راه حل نهایی را شروع کنیم. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی از حسن روحانی رئیس جمهوری و تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران تشکر کرد. هاشمی رفسنجانی در مراسم معرفی رسمی علی اکبر ولایتی به عنوان رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص، گفتگوی هسته‌ای در ژنو را با مذاکرات ایران بر سر مفاد قطعنامه 598 سازمان ملل متحد مقایسه کرد، قطعنامه‌ای که به جنگ ایران و عراق پایان بخشید. به گفته هاشمی رفسنجانی، توافق هسته‌ای ژنو ایران را از مخمصه بزرگی نجات داد و اکنون مردم احساس راحتی می‌کنند، هرچند که برای نهایی شدن قرارداد زمان زیادی باقی مانده است. هاشمی رفسنجانی مفاد قطعنامه 598 را حاصل عملکرد علی اکبر ولایتی و توافق ژنو را هم حاصل فعالیت دست پرورده های ولایتی دانسته است. ولایتی در کابینه هاشمی رفسنجانی وزیر امور خارجه بود. او در سالهای اخیر عضو مجمع تشخیص و همچنین مشاور بین الملل علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بود است. علی اکبر ولایتی پس از ریاست جمهوری حسن روحانی به عنوان رئیس جدید مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام معرفی شد. آنطور که هاشمی رفسنجانی گفت، این گزینش با مشورت علی خامنه‌ای صورت گرفته است. ظریف در مصاحبه با تلویزیون دولتی ایران با اشاره به توافق ایران و گروه 5+1 در ژنو گفت نکته بسیار مهم و دستاورد بسیار بزرگ این است که هم در اهداف مشترک و هم در تصویر نهایی برنامه غنی‌سازی جزء برنامه هسته‌ای ایران باقی خواهد ماند. وی همچنین تاکید کرد که اگر کنگره تحریم‌های جدیدی علیه ایران تصویب کند، تهران از توافقنامه عقب نشینی می‌کند. وزیران امور خارجه ایران و کشورهای عضو گروه 5+1 بامداد روز یکشنبه در ژنو به توافقی بر سر برنامه هسته‌ای ایران دست یافتند. بر اساس این توافق اولیه، ایران طی 6 ماه آینده در راستای کاهش اختلافات غنی‌سازی بیش از 5% را متوقف و بخشی از ذخایر اورانیوم بیش از 20% خود را خنسا خواهد کرد و در مقابل تحریم‌های جدید علیه ایران تصویب نشده و بخشی از دارایی‌های ایران نیز آزاد خواهد شد. و اما لوی جرگه، اجلاس مشورتی نمایندگان قبایل و روحانیون افغانستان با انعقاد قرارداد پرمناقشه امنیتی با آمریکا موافقت کرد. با این حال رئیس جمهور افغانستان تاکید دارد این قرارداد پس از انتخابات آینده ریاست جمهوری امضا شود. موضوع کانونی قرارداد امنیتی این است که در جریان خروج نیروهای نظامی از افغانستان در پایان سال 2014 چه تعداد از 75,000 سرباز آمریکایی برای آموزش و مشاوره در این کشور باقی خواهند ماند که در مقابل آمریکا برای سربازان خود در برابر پیگردهای قضایی مسئولیت می‌خواهد. در حالی که لویه جرگه افغانستان روز یکشنبه 3 آذر قرارداد امنیتی مهم مربوط به ادامه حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان را به امضا رساند، گزارش ها حاکی است حامد کرزای رئیس جمهوری این کشور از امضای این قرارداد امتناع کرده است و گفته است این توافقنامه را تا دور بعد از انتخابات آوریل آینده امضا نخواهد کرد. این توافقنامه برای تبدیل شدن به قانون نیاز به امضای رئیس جمهور دارد. بنابر قرارهای پیشین، نیروهای نظامی آمریکا قرار بود در سال آینده میلادی خاک افغانستان را ترک کنند، اما توافقنامه جدید به ایالات متحده اجازه می‌دهد تا در سال آینده 10,000 تا 15,000 تن از نظامیان و مشاوران امنیتی خود را در افغانستان نگه دارد تا در نبرد علیه طالبان به نیروهای افغان کمک کنند.
توافقنامه جدید امکانات بیشتری را برای محاکمه نظامیان آمریکایی که مرتکب تخلف شدند در خاک افغانستان فراهم کرده است. حامد کرزای ضمن خودداری از امضای این توافقنامه گفت که افغانستان به زمان بیشتری نیاز دارد تا مطمئن شود که قصد ایالات متحده آوردن صلح به افغانستان است. در همین حال صبغت الله مجددی رئیس لوی جرگه مشورتی در پاسخ به سخنان حامد کرزای گفت که فیصله لوی جرگه این است که رئیس جمهوری این توافقنامه را هر چه سریعتر امضا کند. آقای مجددی در واکنش به این سخنان حامد کرزای که آمریکایی‌ها از تعهدات خود سرباز خواهند زد گفت اگر آمریکایی‌ها از تعهد خود سرباز زنند با اراده مردم افغانستان مواجه خواهند شد. مجددی در پایان هم تهدید کرد که اگر کرزای توافقنامه را امضا نکند او از همه چیز استعفا خواهد داد و از افغانستان نیز مهاجرت خواهد کرد. تصمیم لوی جرگه برای دولت حامد کرزای الزام آور نیست، ولی پیروان قبایل و روحانیون و شخصیت‌ها وزنه سیاسی پر اهمیتی هستند که کرزای به راحتی نمی‌تواند آنها را نادیده بگیرد. پس از موافقت لوی جرگه با انتقاد این توافقنامه، مجلس افغانستان نیز باید انعقاد آن را به تصویب برساند تا مبنایی برای عملیات نظامی بین المللی از سال 2015 به بعد باشد. با سپاس از همراهی شما در این برنامه، شما می توانید برنامه ما را در وبسایت و صفحه فیسبوک تماشا کنید. تا برنامه دیگر، خدایا رو نگهدارید.